الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسلمانان محترم، موضوعی را که امروز ما میخواهیم خدمت شما به عرض برسانم یکی از موضوعات مهم است که هر مسلمان او را باید بفهمه و زندگی روزمره خود، اعتقادات خود، اعمال خود مطابق از او عیار بسازن. این موضوع، موضوع آزادی و غلامی است. اصطلاح آزادی امروز زیاد در سر زبان هاست و یک تعداد مردم هم اصطلاح غلامی را در کار میبرن، غلامی و بردگی، که امروز نقاط را که ما میخواییم خدمتان عرض بکنم روی امید دو مطلب است. سوال اولی که مطرح میشه در اینجا که ما از خود پرسان بکنیم که آیا انسان آزاد هست؟ اگر آزاد است کدام انسان است و اگر آزاد نیست غلام و برده است کدام انسان است؟ خداوند متعال جل جلاله انسان خلق کرده، انسان مخلوق است و وقتی که انسان مخلوق شد، این مخلوق به خاطر پیشبرد زندگی خود مجبور است داخل یک نظام و سیستم زندگی خود عیار بسازد. زندگی کردن داخل یک سیستم، این در حقیقت اگر این سیستم به نفع انسان باشه، این مانع آزادی از این نمیشه. اگر نظام نباشه، در حقیقت او گدودی است، انارشیزم است، که گدودی و انارشیزم انسان نمیتونه که به شکل نرمال زندگی بکنه. به طور مثال اگر ما مکتب میخونیم، مجبور هستیم که در مکتب خود ساعت درسی آمدن به مکتب معلوم باشه، وقت رفتن از مکتب معلوم باشه، اداره باید باشه، سرمعلم باید باشه، معلمین تقسیم اوقات داشته باشه. اون انسان جاهل است که بیاید مکتب بگوید که به خدا اینمی نظامی که وجود داره در مکتب شما، شما را غلام ساخته. چون ما انسان هستیم و میخواییم که انسانی زندگی بکنیم، مجبور هستیم یک نظامی داشته باشیم که در تشکیل از اون نظام، مطابق از اون نظام ما سهمی داشته باشیم و سهم خدا ایفا بکنیم و زندگی خدا مطابق از اون پیش ببریم. در پوهنتون هم این قسم نظام وجود داره. استاد معلوم است، رئیس معلوم است، معاونش معلوم است، مدیر تدریسی معلوم است، محصل معلوم است، ساعت درسی معلوم است، چه وقت شروع درس و ختم درس معلوم است. بنابراین اونجا هم یک نظام است، مجبور است که باید این نظام وجود داشته باشه. وقتی که یک کسی در یک اداره کار میکنه، در یک دفتر کار میکنه، کار اداره و دفتر هم مطابق یک نظام است. اگر نظام نداشته باشن، قانون وجود نداشته باشه، در این صورت اینجا گدودی میشه و اونجا زندگی به سیستم درست پیش نمیره. اما اصل گپ سر از اینه که وقت انسان میخواه به شکل انسانی زندگی بکنه، مجبور است در یک نظام زندگی بکنه. مشکل اینجا ایجاد میشه که اینمی اشتباه مردم است که نظام خود ترک کردن
نظام خداوند ترک کردن، نظام الهی ترک کردن، انسان مجبور می‌سازد که از نظام دیگر استفاده بکنه. وقتی که ما میگیم بنده خداوند هستیم، چی معنی بنده خداوند هستیم؟ بنده خداوند هستیم که خداوند نظام را بر ما تعیین کرده، ما مطابق اینمی نظام خداوندی زندگی میکنیم و زندگی ما به شکل انسانی پیش میره. اگر یک کس میگه که نه، من خودم میتونم ایجاد بکنم، بازو میتونم به نظام خود پیش بره، لیکن کلگی انسان است. اونم دو چشم را که خداوند بر ما تعیین کرده که دو چشم داشته باشیم، ما دو چشم داریم. اعضای بدن ما به اون شکلی که خداوند بر ما تعیین کرده اعضای بدن ما هست. پس ما مجبور هستیم وقتی که در وجود خود تسلیم خداوند متعال جل جلاله هستیم، نظام خداوند سر خود تطبیق بکنیم و تطبیق کردن نظام خداوند، خود خداوند بر انسان ها یک سلسله آزادی هایی را داده که این انسان ها از این آزادی ها استفاده میکنند. اما این آزادی را نباید خلط کرد با بیبندوباری. حال بسیاری وقتا بسیاری مردم هستند که بیبندوباری را آزادی فکر میکنند. این حاله اگر انسان تحت نظام الهی زندگی بکنه، چون خداوند خدای همه هست، رب العالمین است، بر خداوند متعال افریقایی و امریکایی و آسیایی و اروپایی بود انسان مطرح نیست. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، او مردم ما شما را از یک مرد و زن خلق کردیم، و جعلناکم شعوبا و قبائل، و شما را قوم قوم و طایفه طایفه و ملت ملت و مردم مردم ساختیم. لتعارفو، لام لام تعلیل است، یعنی بخاطر معرفت یکی دیگر، که هر کس بفهمه که در تذکرش یز فلانی منطقه است، اینی میراث پدرش است، اینی خانهش است، اینی لتعارف و دایه که دیگه تانه بشناسین. اما کی برتریت داره؟ معیار برتریت به نزد خداوند متعال جل جلاله در قومیت و در زبان و در چهره و دیگه پا نیست. اگر می بود، ببینید بلال حبشی سیاپوست بود، یک حبشی بود، حبشی عرب نبود، سیاه‌پوست بود، لیکن ما و شما میگه که حضرت بلال رضی الله عنه، و ما و شما کل ما به حضرت بلال رضی الله تعالی عنه احترام خاص داریم، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم در فتح مکه برای حضرت بلال گفت که برو سر بام کعبه ببین مقدس ترین جایی که برای یک مسلمان است کعبه شریفه است، و خداوند متعال به حضرت بلال میگه که برو سر بام مکه، سر بام کعبه برو و اونجا تو آذان بده تا بر مردم در بده که اینمی نلسن ماندیلای که 27 سال رهبر افریقای جنوبی نلسن ماندیلا نام داره، این بزد اپارتاید، امی اپارتاید تبعیز نژادی سیاه‌پوست و سفیدپوست و اروپایی و افریقایی، این بزد از این گپا مبارزه میکرد. خب پرسانش کردم شما چرا 30 سال مکمل در زندان سپری کردین؟ گفت به خاطر یک هدف که سیاه‌پوستا سفیدپوستا ما سیاه‌پوستا رو هم مثل انسان فکر بکنن. 27 سال در زندان بود، ولی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در روز اولی که فتح مکه را کرد، بسیاری از عرب‌های متعصب وجود داشتند که ایمان در قلب‌های از اونها بسیار ضعیف جای گرفته بود و انتقاد کردند که چطور پیغمبر خدا میخیزه و در بین کسایی که عرب هستند، قومدار هستند، طایفه دار هستند، در بین از اینها یک غلام سیاه بردر را اختیار میکنه تا به مقدس‌ترین مکان بالا شود. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در خود به خود میگه که ای مردم، انسان ها و پیش خداوند متعال جل جلاله مثل دندانه های شانه هست، هیچ عربی فضیلت نداره به عجمی، هیچ سفید پوست فضیلت نداره به سیاه پوست الا به تقوا، مگر به تقوا. از این خاطر پیغمبر صلی الله علیه و سلم برشان اونم مفهوم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما به نزد خداوند متعال جل جلاله با تقوا ترتان است، این پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اسلوب بسیار قوی به شکل عملی به اصحاب خود میفهمانند. خب اگر معیار قومیت می بود، اگر معیار زبان می بود، اگر معیار برتریت در اسلام آل بیت پیغمبر بودن می بود، پس کاکای پیغمبر ابو لهب از فامیل پیغمبر، عربی، هاشمی، قریشی، مکی، عربی،
و از فامیل و خاندان پیغمبر. پس چرا در اونجا قرآن عظیم شان میگه که سیصلا نارن ذات لهب، از ابو لهب داخل آتش میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ابو لهب همه چیز داشت، یک چیز نداشت. چی داشت؟ تمام لقب هایی که مردم جاهل سر از او افتخار میکنن، این لقب ها را ابو لهب داشت. من هاشمیستم، من قریشیستم، من مکی هستم، من از فامیل پیغمبر هستم، من سفید پوز هستم. ولی برعکس حضرت بلال صاحب از این لقب ها هیچ چیز نداشت. ابو لهب کل لقب ها را داشت و یک چیز نداشت. چی را نداشت؟ ایمان نداشت. و بلال حبشی از این لقب ها هیچ کدام نداشت، یک چیز داشت که او ایمان بود. بنابراین حضرت بلال که آدم ها شما بوده، حضرت بلال رضی الله عنه، حتی اولادهای خودت به نام حضرت بلال مسمى میکنیم. نام بچه چیست؟ نام بچه بلال است. کی؟ کسی که صحابه پیغمبر دوست دارد. اما او کسی که اون دو را دوست دارد، باز به نام اون دو نام اولاد خدا میمانه. به این شکل اینجا پیغمبر سم درس میده که درس انسانیت و اخلاق، درس انسان شناسی، درسی که اینجا معیار برتریت انسان در عمل کرد و در شخصیت و در ایمان خود انسان نهفته هست. از این خاطر یک یهودی میای مسلمان میشه، حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه یک یهودی است، میای پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم و میگه که لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برش دستخط بابا و بیعت میکنه که ایمان شما درست است، چون این دین، دین کدام قوم خاص، کدام طایفه خاص نیست. اگر انسان در تحت قانون الهی زندگی میکنه، اینی قانونی که انسان به او زندگی میکنه، این قانون انسان چی میسازه؟ چون خداوند مربوط کدام قبیله نیست، مربوط کدام طایفه نیست، مربوط کدام رنگ نیست، او رب العالمین است، خالق همه هست. اگر انسان سر خدا به خداوند متعال سر سجده گذاشت، این در حقیقت آزادی خدا از غلامی دیگه مخلوقات خلاص کرد. اما کسی که آزادی از دین سرباز میزنن و بیدینی را اختیار میکنن، در حقیقت خدا خواسته باشه یا نخواسته باشه غلام یک کس دیگه میشه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه وقتی که ارتباطی از این با رب العالمین قطع شد، با کی ارتباط میگیره؟ با یک کس دیگه ارتباط میگیره، سر سجده با یک کس دیگه میگذاره که او هم مخلوق است. اینا رو با چند قسم غلام ها داریم. یک قسم مردم ها هستن که غلام نفس خود شدن، خودش غلام نفس خودش است. در آیات قرآن ما درباره نفس آیت شریفه میخوانیم که یک آیت شریف نفس چی میگه؟ بسیاری کسا همیشه نفس بد میگن و بسیاری کسا نفس خوب میگن، ولی ما میگیم نه، در قرآن عظیم شان سه قسم نفس تفسیر کرده. نفس امارتون به سو هست. اول انسان نفسش چی می باشه؟ نفسش اماره به سو چی مانه؟ یعنی که ایر عمل میکنه به بدی ها، گناه بکو، شراب بخور. اگر این انسان عبادت خدا را نکرد، غلام اینمی نفس اماره به سو میشه. پس این نفس را زیر غلبه حاصل کرده، این انسان غلام خود ساخته و به طرف شهوت ها و به طرف خواهشات نفسانی حرکت میکنه. بفهمه یا نفهمه؟ اما اگر ایمان داشته باشه، با چی نفس خود تحت تاثیر خود میاره؟ وقتی که عبادت خداوند کرد، این نفس اماره به سو خودش غلام میشه. پس نفس اماره به سو انتقال میکنه به نفس لوامه. نفس لوامه چی را میگه؟ کسایی که اصطلاحات و واژه های قرآنی را خوب میفهمن، نفس لوامه نفس ملامت کننده، یعنی کسی که نفس خود بتونه که اصلاح بکنه چی میکنه؟ اینی انسان که تو نفس خود کار میکنه، بالاخره نفس تسلیم احکام خداوند میشه، باز این ملامت میکنه نفسش که چرا شراب خوردی؟ چرا دزدی میکنی؟ چرا قمار میزنی؟ و اگر احیانا گناهی از این سر بزنه، نفسش این ملامت میکنه، پس شرمنده به طرف خانه خود میره. نفس لوامه هست. اولا من انسان هست، بیرادم گفته نمیتونه. هر انسان که هست چی هست؟ از پیش اشتباه میشه. اشتباه که شد انسان گناه میکنه.
هیچ کس نیست که گناه کردن نتونه. گناه انسان میکنه. کل بنی آدم خطا، تمام بنی آدم مخلوقات که هستن خطا کرده، از پیش انسان اگه اشتباه میشه. لاگن اگر نفسش، اگر غلام نفسش شده بود، باز نفسش براش میگه که خوب کردی که بدی کردی، خوب کردی که کردی، برو هنوز هم دوام بتی به کار بده. اما اگر نفس خدا تحت تاثیر خدا رو نباشه، خدایا من بدی کردم، پس نفسش ملامتش میکنه. وقتی که نفس ملامت کرد، پس میای رجوع میکنه به دربار خداوند متعال جل جلاله و میگه خدایا از پیش من اشتباه شد، خدایا من بد کردم، خدایا بنده هستم، عاجز هستم، گناهکار هستم، نتونستم خودم نگاه کنم، پس به خداوند متعال رجوع میکنه. و اگر این انسان باز هم سر نفس خود زیادتر کار بکنه، زیاد بخواد نفس خود اصلاح بسازه، باز این نفس عظیم از رتبه بلندش که لوامه هست، یک رتبه بلندتر و عالیتر میگیره که باز اون نفس مطمئن نمی باشه. نفس مطمئن نه، نفس است که خداوند متعال در قرآن عظیم و شان میگه که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، رجوع کن به پروردگارت، راضی باش. هم تو راضی باش از خداوند و هم خداوند تو راضی میسازد. پس نفس مطمئنه کدام نفس است که خودش از خدا راضی است و خدا از او راضی هست؟ این انسان برای یک نوع اطمینان قلبی حاصل میشه. از کجا حاصل شد؟ چون نفس خدا غلام خود ساخت، نفس تحت تاثیر از است، خودش به احکام خداوند متعال جل جلاله تمسک میکنه. این انسانی که به احکام خداوند تمسک میکنه، نفس ازی بالاخره نفس مطمئن نمیشه. به چه اطمینان حاصل میکنه؟ با ارتباط قوی که با ذات خداوند متعال جل جلاله داره. کسی که با خدا ارتباط نداره مثل چی وارست؟ مثل یک خس روی دریا هست، هر طرف پفش میکنه. یک روز غلام رو شورویست، غلام الخواهی غلامی در گوشش هست، اون را چیخ زده میره. باز دیگه روز که شد، باز ببینه که او باداری از خودش غلام بوده، بالاخره خودش کس خورده. باز دیگه ببینه که قبله خدا تغییر میده و باز میره و باز به طرف دیگه، باز با اونمون لباس ها و دیگه میخواه که بادارای جدید خود از خود راضی بسازه. چرا؟ به خاطر از اینکه انسان بیمان مانند اونمون خس دریاست که هر طرفی دریا زره میره و گاهی در اون طرف میفته و گاهی در اون طرف میره. خودش نه شخصیت داره، نه حیثیت داره، نه ایمان داره. تمام روز گاهی در جیب از خود میپرته و گاهی در جیب از دیگه خود میپرته. برای انسان مسلمان اطمینان نفس خود اصلاح کرده، نفس مطمئن نداره، ارتباطش با خداوند متعال قوی است. تو انسان چی کرده میتونی؟ هیچ چیز کرده نمیتونی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عبدالله ابن عباس درس میداد که ای یا غلام ای بچه‌وک، این علمک کلمات، بچه‌م کلمه رو برات یاد میدم، این یاد بگی تا خداوند تو را در حفظ و پناه خود داشته باشه. چیستی کلمات یا رسول خدا؟ برش میگفت که اگر تمام انسان حدس خدا یکی بکنن، تمام مردم به خاطر تو کمک بکنن، کمک کردن نمیتونه الا مگر چیزی که کتب الله، چیزی که خداوند بر تو نوشته کرده. این چیز کرده نمیتونه. از انسان هیچ توقعی نکو. و اگر کل انسان ها به خاطر تو بدی بکنه، هیچ چیز کرده نمیتونه مگر چیزی که خداوند بر تو نوشته کرده. کتبت رفعت الاقلام و جفت الصحف، ای بلند شده قلم ها برداشته شد، کتاب ها خشک است، با انسان سر تسلیمی قرار داده. از این خاطر انسان هایی که به خداوند سر تسلیمی قرار نمیتن، اینا در حقیقت خود آزاد فکر میکنن، ولی آزاد نیستن، غلام نفس خود هستند، غلام نفس خود شدن و نفسشان سر از اینا حاکمیت میکنن. و این نفسش است که نفس اماره به سو همیشه سر از این چی میکنن؟ سرزی همیشه دو بنده من که هر سو آزن، بر تو همه عمر سرفرازن، با من چه برابری کنی تو، چون بنده منی تو. یک شعر است که این طرف حکایت از بنگر، روز از قضا مگر سکندر، میرفت و همه سپاه با او، آن حشمت و ملک و جا با او. یعنی تو رفته بود و ناگه از خرابه گذر کرد، پیر از خرابه سر بدر کرد، پیر نه چون آفتاب پر نور در چشم سکندر آمد از دور. بالاخره این سلطان سکندر برازی گفت که تو چرا برای من احترام نکردی در این گودال و در این خرابه ششتی؟ پیر میگه از سر شاغل بانگ برزد. با سلطان سکندر برش گفت که من قهرمان هستم، من پادشاه دنیا هستم، کلگی زیر تاثیر ماست. پیر از سر شاغل بانگ برزد، گفت این همه نیم جو نیرزد، نی فرق و نروی عالمی تو، یک دانه ز کشت آدمی تو. دو بنده من، و پیر برش میگه که دو بنده من چی هست؟ حرص و آز هستند.
بر تو همه عمر سرفرازان. تو سلطان سکندر غلام حرست هستی، غلام خواهشات نفس خود هستی. اون دو تا را ما غلام خود ساختیم، با من چی برابری کنی تو؟ چون بنده بنده منی تو، تو خودت بنده بنده هستی. آمدی برای من که من پاچه هستم. از این خاطر کسایی که از حکم خداوند سر خود دور میکنن، بالاخره اول غلام نفس خود میشه. بعضی که غلام نفس خود شد، نفس اماره به سو ارتباط با شیطان داره. باز او این ارتباطش میده، نفس اماره به سو بازی به بادگه بادارهاش معرفیش میکنه که این جناب فلانی خان. باز وقتی که این امره شیطان ارتباط میگیره، باز شیطان خداوند متعال جل جلاله چه میگه؟ نقید له شیطانن. باز بر از این انسان یک شیطان وظیفه دار میشه، این باز دوست شیطان میشه. شیطان چی کار میکنه؟ شیطان با هر گناهی که ای کرده میره و توبه نمیکنه و طرفداری از شیطان میکنه، ببینید قرآن عظیم شان چی میگن؟ میگه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شما پشت گام های شیطان نرین. شیطان یک روز برات میگه که چی میکنی که ریش ماندی؟ ای ریش خو مردما سابق میماندن آل مود ریش کلیست، امروز ریش تکل کو. دیگر روز چی میکنی که لنگی به سر میکنی؟ لنگی رواج کن است، آل مردم ترینام میمانه، مویای خود واز میکنه، تو هم خود تایتانیک بساز. این خطوات شیطان است. ای چی میکنی که نام اولادت بلال و فاطمه و نام اولادت نام پیغمبر ها رو میمانی؟ نامه اوندوها و امریکایی ها رو کن که مدرنیزم است، با مدپرست شدی. خداوند میگه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. شان استاستا کم کم کشت میکنن. خداوند میگه ولا تقربوا الزنا. معنیش این است که زنا نکنه، گفته ولا تزنوا زنا نکنه، میگه ولا تقربوا الزنا. بخود زنا نزدیک نشین، با زن نامحرم دست ندی. وقتی که با زن نامحرم دست دادی، شیطان در جاهای بلند بر دور زده میره. این اولین ضربه شیطان، اولین ضربه بروسلی، اولین ضربه شیطان سر تاثیر میکنه. از این خاطر با هر عمل کرده انسان، هر عمل بد انسان، یک داغ سیاهی در قلب انسان پیدا میشه. این داغ سیاه آهسته آهسته، یک داغ، دو داغ، سه داغ، چهار داغ، اگر ای باز توبه کرد، این رو دلیت میکنه، توبه پاکش میکنه، گم میشه. ولی اگر توبه نکرد، او داغ سیاه در فایل یزید و دوسیه یزید باقی میمانه. یک روز، دو روز، سه روز، سه روز، چهار. بالاخره ما منظور ما قلب معنوی است، قلب مادی نیست که ما شما قلب فیزیکی که بگیم این خون از چی است. قلب مادی معنوی انسان که انسان معنویت میبخشه، این داغ 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 بالاخره کل لذت سیاه میکنه. وقتی که سیاه کرد، باز شیطان میبره. ملائکه ها میگه که برادر، خود دیدی که شبم کتم است، صبحم کتم است، روزم کتم است، نامشم نامم است، چی میکنی؟ برو ملائکه علاج بده دیگه. بان این طرف این ما غلام خود ساختیم. باز شیطان انسان چی میکنه؟ غلام خود میسازه. خودش میگه ما آزاد هستم. کجا آزاد هستی؟ کجا آزاد هستی؟ غلام شیطان هستی. شیطان باز چی کار میکنه؟ شیطان غلام خود شد. شیطان غلام خود باز مدیر عمومی خود مقرر میکنه. بسیار آسان است که مدیرای عمومی شیطان را بشناسن. چی وظیفه دارن این مدیرای عمومی شیطان؟ وظیفه از اینا ای است که بر از اینا شیطان حقه، به نظرشان بد جلوه میده و بدیره. و زینا لهم الشیطان و اعمالهم، اعمال بدشان رو باز شیطان برشان خوب جلوه میده. باز یادی که این اعمال بد خدا که دیدن، سر از این بیتیار افتخار میکنن. سر چی افتخار میکنن؟ تو به خدا شرم نیست یک جوان مرد با قدرت، با همت، با شر جوان 18 ساله اسامه ابن زید، میخیزه بزرگان صحابه زیر بیرق عزی حرکت میکنه به طرف فتح بسیاری از کشورها. اون جوان سای کو اسامه ابن زید سای کو که این مرد است که پیغمبر او را تربیه میکنه. ببینن که همین کسایی که هند و افغانستان و این منطقه را فتح کرده، جوانای بسیار امروز که ببینی یک جوان میخیزه مردی خود حتی حفظ کردن نمیتونه، مثل زن واره در زیر دور کوه کمر خود دور میتونه اون طرف رقصیده میره. ای چی شده؟ ای خلاص ساخته شده برای دیگرا. او دیگر دون میزن و این رقصیده میره. خجالت نیست برای یک جوان. این باز میگه من آزاد هستم. تو آزاد نیستی، تو غلام هستی. تو را از مردی کشیدن، تو را زن ساختن. حتی مثل یک زن حرکت میکنی، عادتهای حتی زنای با ایمان، من منظورم زنای بی ایمان است، زنای کافر است، نه زنهای مسلمان. حتی ما زنای مسلمان داریم که امت قوی داشت. حضرت خدیجه الکبری زن بود که در بین هزارها صحابه شیشتر و حضرت
جبرائیل علیه السلام میاد و برش میگه که یا محمد و این امر یک صلی الله علیه و سلم یک زن پیشت می که با امرای یک ظرف امرای پیشت می وقتی که آمد برش بگو که خدا برات سلام میفرسته. بر یک زن بی بی خدیجه رب العالمین خدا برش سلام میفرسته و بر ازی میگه بشارت بده قصر از قصرهای زن با شخصیت است، ولی از ما باز جوان افغان ما آنقدر بی شخصیت میشه که حتی مردی خود فراموش میکنه، مثل رقاصه ها هندو رقاصه های خارجی که جسم خود در معرض دیگران قرار میده، این باز غلامی ده میکنه. غلام یعنی چی؟ غلام یعنی کسی که جسم خود در اختیار دیگران بده، جسم خود بفر جسم خود را به نمایش بگذاره، این غلام است. ولی میگه من این آزاد هستم. چرا؟ به خاطر که شیطان اینه چی قسم ساخته؟ حق در چشمش باطل جلوه میده و باطل در حقش جلوه میده. در بسیاری مجلس ها که شیشتا باشی یا کسی میایی مره میگه استاد شما چقدر چهره زیبا دارین، اگر ریش تکل کنی، اگر لنگی تا پس کنی، اگر دریش یک لکس و نکتایی ببوشی بچه این فلم باره میشه تا لکس میشه. مردم تشکر مدیر صاحب عمومی شیطان. تو کار شیطان میکنی. شیطان خود یک قسم نیست، دو قسم شیطان است. یکی شیطان های انسانی است، یکی شیطان های جنی هست. شیطان های انسانی نه، غلام شیطان های جنی هست. بالاخره این مردم ها هستند که غلام شیطان شدن و همیشه وظیفه شیطان در روی زمین پیش میبرن. این دو قسم. سومین قسم غلامی چه قسم است؟ که خود انسان غلام انسان دیگه میشه وقتی که یک نفر حکم خدا را قبول نمیکنه، قرآن را قبول نمیکنه. خیلی چی را قبول میکنی؟ تو قدر جوان هستی که کلا فکر جدید خود داشته باشی؟ تمام روز باز شروع میکنه که مارکس اوتو گفت، گل سوتو گفت، خروچوف اوتو گفت، گورباچوف اوتو گفت. پس تو غلام از شدی دیگر. وقتی که فکری از اون اندیشه از اون سر خود تطبیق کردی، در حقیقت اون صلاحیت حلال و حرام دادی، غلام از اون شدی. اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله. آیت شریف است که اینا گرفتن مسیحی ها احبار و رهبان خدا. احبار جمع حبر، حبر اما عالم خدا میگن، عالم خدا. و رهبان جمع راهب و گوشه نشین های خدا. یا چی کردن؟ یا خدای خود گرفتن. ارباب جمع رب است، یعنی خداها ساختن. حضرت عدی بن حاتم یک صحابی مبارک بود، گفت یا رسول خدا ما خونا را خدایی به پرستش نمی گرفتیم. گفت اینی که یک نفر صلاحیت حلال و حرام دادی. ای گفتی صلاحیت حلال و حرام از خداوند است. وقتی که تو برای یک انسان گفتی که تو برای این چیز حلال بساز، این چیز حرام بساز، اون خدا اینجور کردی، غلامش شدی، بندش شدی. پس این انسان ها به عوض از یک باز بالاخره امروز غلام یکی میشن، سوا غلام دیگه میشن. امروز نظریه پلورالیستی، دیگر روز سیکولاریستی، دیگر روز فلانی فلانی. بالاخره این نظریات که پیدا کرده میرن در حقیقت اون رو بالای زندگی خود تطبیق میکنن، خود غلام از اون میسازن و برده از اونها میسازن. که ما بسیار غلام ها و برده های خارجی ها را در کشور خود بسیار زیاد دینیم و میبینیم و روزانه مشاهده کرده میریم و فکر میکنه که من آزاد هستم. کجا آزاد هستی؟ تو حلقه غلامی از زنگه که کسی در گوشت داری ولی نمیفهمی. یک قسم غلام های دیگه هستن که غلام پیسه میشن. پیسه، موتر، ثروت، دارایی غلام انسان است. این خداوند متعال کلی چیزها را خلق کرده که ما و شما از او استفاده بکنیم، از پیسه استفاده بکنیم، از موتر استفاده بکنیم. موتر زیر پای ماست، اما اون مردم ها که غلامشون را میخواه که موتر را به کله خود بگردانه، پیسه را به جیب خود قید میکنه. یک روز میگه یک مولوی صاحب قسم کرده قسمت پیسه که پیسه آنقدر ارزش نداره. خب ارزش داره، وسیله است، هدف نسازش. پیسه در اسلام خوب چیز است تا وقتی که وسیله است، اما اگر پیسه را هدف ساختی که در روزت پاکم بگی که او بریان نکو من تو را مصرف نمی کنم، بایش مستی. این حال وقتی که پیسه را کس ماکم گرفت و غلام پیسه خود ساخت، یک نفر خیست میخواست بگه که مولای سید همی تو پیسه را بسیار میگی پیسه خوب چیز نیست، نیست باش من برد یک دلیل خوب برش میگم. این در جیب خود یک سدی داشت، اون در مواخه به مصفه شیشته بود. آمد این صف اول دید که یک نفر شیشته گفت بگر همی جایی در صدر پنم بفروشی. اون نفرم دید که بیه صدر پره بیه جای خوادر از میگه گرفته میدن این روز نشد سبا این که صدر پره برازیم داد این مرده کرم داخل یا آمد اینجا شیشت. گفت مولای صدر تو میگه پیسه این اخو تا پیش کرد آنگه پیسه در جیب ما بود، این پیسه است که مرده صف اول آورد.
او عالم برش گفت که بیبی تا وقتی که پیسه در جیب تو بود تو در صف آخر قرار داشتی، تا وقتی که محبت پیسه در دلت بود که پیسه از جیب دور نشه در کجا قرار داشتی؟ در آخر صف قرار داشتی. لیکن وقتی که پیسه از دلت کشیدی بر نفر دیگه دادی، در صف اول قرار گرفتی. و اون نفر بده تا وقتی که در کسی پیسه بود در صف اول شش تا بود، وقتی که پیسه را گرفت در صف آخر از صف برآمد. از این خاطر برادرای عزیز، بسیاری کسا غلام چی میشن؟ غلام پیسه میشن، غلام ثروت خود میشن. از این خاطر او کسایی که باز ادعا میکنن که ما آزاد هستیم، آزاد نیستن. ببینن آن زنها را در غرب، زنها را در غرب میگن یا آزادی بر زنها بده. خب چی آزادی داری تو؟ بیاید که ما برای مکسل کنیم. رفتیم تلویزیون ایتالیا را سعی کردیم که مازانای ایتالیوی و اروپایی را سعی کنیم که چه قسم آزادی داره. در مقابل صد برش میگه که بگیر بوتل فانتاست با بوتل کو چی دسته شامپو، از خاطر این یک بوتل که شامپو 16 ملاق بزن بزن 50 دلاری برد میتم. اون نفر که به خاطر 50 دلار ملاق زد، ای آزاد است؟ غلام شد. این من به تلویزیون های از اونها صدها زنها از کشورهای اروپایی که زنهای خود در مقابل نشه کرده. من یک روز یک اروپایی را گفتم به تو خجالت نمیم شما آزاد است؟ اینه زنهای ما آزاد است. گفتیم زنهای ما آزاد. مفتیم زنها دو کجا آزاد است؟ غلامی روز که جسم خود در مقابل پیسه بفروشه گفتن باره اون تو خسارت داده یه دوست داری که نام بایرق تام سرش بار سرش مانده که اینی زن 50 دلار، اینی 100 دلار، اینی 200 دلار و عکس شام نشر میکنی و افتخار رو میکنی. کلش غلام از برده ساخته، ولی شما نمیفهمین. این حاله آزاد کیست؟ آزاد کسیست که در چوکات قانون و نظام الهی زندگی خود عیار بسازه. یک معلم در مکتب آزاد است، لیکن آزادی از این مانعی از این نیست که او باید تقسیم اوقات داشته باشه. باید تقسیم اوقات داشته باشه. اگر نداشته باشه پس این گدودی است. مشکل اینجا چی است که بسیاری گدودی ها را مردم فکر میکنه که ما آزاد هستم و هر کسی که بغیر از حکم خداوند متعال جل جلاله بخواه که از حکم خداوند سر میزنه و میگه که من آزاد هستم، خداوند به تو جزا میتش که او را غلام نفسش میسازش، غلام شیطان میسازش، غلام پولش میسازش، حتی غلام حیوانات. شما از برای خداوند سر کنین. یک وقت ما رفتیم به هندوستان، وقتی که در هند رفتیم عجب دینه، عجب عقیده. اینا گفتم غلامی برشان که میگفتی میشه. رفتیم به یک جای، یک نفر یک دونه شادی را در دیوالک عکس شادی را بس کرده که بجلم بری صدا داره. برش گفتم او برادری این خوش شادیست، این خوش شادیست. میگه میگه این خداست، الحیاز بالله شادی را شکمهاشان به تخته پشتشان چسبیده، گوا چاق چاق روی های سرکا گشته میره. خداوند برش گوا خلق کرده که از گوشت از استفاده کن، بخون شکر میده بکن. این غلام گوا است، گوا ازاد میگره و خودش از گوشنگی میمره. این دیر شد وقتی برشان گفتیم او برای تو غلام حیوان شدی. یک روز یک شما گفتم، من گفتم که بیدر همی گوه چرا حلال نمیکنین؟ حلال کنین، بکشین، بخورین، شکمایتان داشتن. گفت یو تو ماهی ما ایخو مادر است، مادر برای ما شیر میده، برای تو خیلی پدرش اخو بکش، برای شما خود پدرش هم نمیخورین، گوه برام نمیخورین. به این شکل غلام چی شدن؟ غلام حیوان شدن. و به اساس از این غلامی نمیفهمن که ما غلام هستیم. و ما در کشور خود هم داریم. من نصیحت میکنم برای کسایی که عقل دارن، اوش دارن، دانش دارن، بیاین با عقل و با دانش خود قرآن عظیم و شان مطالعه بکنیم. بیاین با عقل و با اوش خود به دین مقدس اسلام درست به شکل صحیح عمل بکنیم. بیاین قرآن درست بخوانیم. بیاین حداقل عقل خود در کار بردیم که کی غلام بود و کی مردم غلام میسازه و کی علقه غلامی رو در گوش مردم میکنن و کی در تاریخ نامش بد است. اتو نشه که در تاریخ یک وقت آلخ بسیار مردم برد خوب و نمود برد تیرسید استاد میشه، دیگر از بیوی که در تاریخ با قلم سیاه نشته میشه که غلام 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 غلام.
کوشش بکن که به نظام خداوندی و امر خداوندی و به حکم خداوندی انسان خود تسلیم بکنه و اونمو آزادی که خداوند متعال داخل چوکات اسلامی برای انسانها داده که میتونه انسان به شکل انسانی زندگی بکنه به این خدا عیار بسازه. به خداوند متعال جل جلاله دعا میکنیم که همه ما و شما را توفیق نصیب بکنه که مانند انسانهای آزاد در زیر حکم خداوند متعال جل جلاله زندگی بکنیم. الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. پروردگارا تو انسان ها را آزاد خلق کردی، تو ما را آزاد خلق کردی، شکر میکنیم به نعمت اسلام، شکر به دین مقدس اسلام. خدایا شکر که ما را در خانه مسلمان ها پیدا کردی. خدایا شکر که بر ما مسجد خانه خود ما را راهنمایی کردی که از اینجا استفاده بکنیم. خدایا شکر بر قرآن عظیم الشان. خدایا بر کسانی که فامیده یا نافیده نافامیده حلقه های غلامی را به گوش های خود میکنن، خواهی غلامی شرق باشه یا غرب باشه، غلامی نفس خودشان باشه و یا غلامی شیطان باشه، به خداوند دعا میکنیم که خدایا اینا را توفیق نصیب بکنه که اینا هدایت شوند. و اگر این غلام ها باز هم هدایت نمیشن و قابل هدایت نیستن، سبب فروختن کشور ما میشن، سبب خرابی و ویرانی کشور ما میشن و سبب بدی و بدبختی برای مسلمان ها میشن. خداوند خودش ها خود به همین قسم اخذ عزیز مقتدر مثل که فرعون غرق کردی اینا را هم غرق بکن. اللهم اجعل آخر کلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم.